سلمک یا سلمکی که البته منصوب هست به سلمک، از گوشه های قدیمی موسیقی ایران هست که در موسیقی امروز هم معموله. گاه کوه بیستون و گنج باداور زنند، گاه دست سلمکی و پرده اشرا برند. شعری بود از همیری و یا در شعری از اسیرالدین اخسکتی اومده: همی تا بیفزاید از زیر رامش، همی تا بیفزاید از راست سلمک. در موسیقی مقامی گذشته جزو آوازهای ششگانه یا سته که از جمله اونها شهناز، کردانیه، گوشت، مایه، نوروز و خود سلمک هست که در ادوار هم ذکر شده قرار میگیره. در جامع الالحان اومده که و عمل آوازاتو فهیه سته، بعد جلوتر میاره که و سلمک و وهیه زنگوله ازا کانه اول دائرته یا، که میگه اما آوازات ششگانه هستند. بعد یکی یکی اونها رو توضیح میده و میرسه به سلمک و میگه که و سلمک و آن زنگوله است اگر اول دایره یا باشد، یعنی از دوت یا یه الف شروع بشه. مراغی در مناسبت سلمک و زنگوله صحبت هایی میکنه در شرح ادوار و اینکه مینویسه در عمل 9 نغمه در سلمک هست، یک سری نغمات تقدیم، یک سری نغمات تأخیر. نغمات تقدیم رو شامل دال، ز، تا، یا، یج، یو، یه و کا میدونه و نغمات تأخیر رو الف، دال، واب، ه، ی، یا. همچنین به روایت های نوازندگان قدیم سلمک رو در عمل 14 نغمه میدونستن که 8 نغمه تقدیمات بوده و 6 نغمه تأخیرات. فرصت دوله در بخور الالحان میاره که سلمک صداییست که از پستی اصفهان و بلندی زنگوله گرفتند و 12 نغمه حاصل شود. در بهجت روح هم اومده که سلمک آواز مشتق از اصفهان و زنگوله هست. از 11 نغمه آغاز می شود که حالا همون یا باشه و نیم بانگ دارد. مراغی باز می نویسه که چون مقامات 12 هست، از ترکیب هر دو مقام صدایی ظاهر شود. آن را به یک آواز مصوم ساختند که 6 آواز بوده باشد، چنان که از ترکیب اصفهان و زنگوله سلمک ظاهر شد. پس در قدیم 12 مقام وجود داشته و 2 به 2 این مقام ها آواز ها رو به وجود می آوردن و می شدن 6 تا آواز. به طور کلی سلمک با فواصلی که مشترکی که با زنگوله داره به این شکل میشه در ساز: دو، ره، می، فاسوری، سول و لا کرون، یعنی تنینی تنینی، مجنب مجنب مجنب. بنابراین از سلمک میتونیم اصفهان و زنگوله رو مشتق بدونیم چون تشکیل دهنده سلمکه. خود اصفهان 2 بخش هست: نیریز و نیشابورک، که نیریزش با قران و بابا حسینی شعبه بندی میشه، نیشابورکش به عراق و زیرگیری خاوران. همچنین زنگوله به 2 قسمت 4گاه و عزال بخش بندی میشه. 4گاهش شامل بیات کرد و حجاز مخالف هست و عزال شامل رکب نوروز و اصفهانک. در کتاب شفای بو علی سینا در بخش موسیقی و همچنین ادوار ارموی از سلمک و آواز سلمکی یا نغمه سلمک سخن رفته. خود سلمک نام فردی بوده یا موسیقیدان و خواننده‌ای که معتقدند آوازهای فارسی رو برای اولین بار در دستگاه رمل خونده و بین ایرانیان رایج کرده و به این دلیل در بین ایرانیان معروف و مشهور هست. حماد فرزند اسحاق موسلی از قول پدر خودش میاره که رمل ابن مهرز
نخستین مغنی بود که آوازه عربی رو در دستگاه رمل خواند و در اصل اون دستگاه رو ابداع کرد و قبل از او کسی نخوانده بود. همچنین میگه از پدرم پرسیدم حتی در زمان فارسی؟ گفت آری، اول کسی که آوازهای فارسی رو در دستگاه رمل خواند سلمک بود در عهد هارون الرشید. در میابیم که در عهد هارون الرشید عباسی موسیقیدانی به نام سلمک بوده که آوازهایی رو از رمل ابن مهرز میشنوه و از اون اقتباس میکنه در دستگاه رمل که به همون رمل ابن مهرز منسوب هست و روی اونها ترانه های فارسی میذاره و در بین ایرانیان رایجش میکنه. اما امروزه سلمک که در دستگاه شور قرار میگیره در قسمت بالا دسته یا شور بالا اجرا میشه، چون میدونیم که در گذشته بر حسب ساز تار ما یک شور بالا دسته و شور پایین دسته داشتیم، همچنین در ساز ستار. البته این غیر معمول در سنتور یا نی یا کمانچه و سازهای دیگه میتونه باشه، ولی خب این اصطلاحی که رایج شده. در کتاب بحور الالحان سلمک به شکل سلمک قسم اول و قسم دوم اومده و در ردیف صلحی سلمک نوع اول یا سلمک اول و سلمک دوم اومده. بلکه مثل وزیر با اقتباس از ردیف میرزا عبدالله درجه پنجم رو درست و متغیر میدونن، یعنی اگر ما در شور ر نوازندگی میکنیم درجه پنجم که لا باشه میتونه گاهی به کار باشه و متغیر باشه، که در این ردیف دوامی هم به همین شکل در ردیف میرزا عبدالله هم به همین شکل اومده. و وزیری می نویسه که سلمک از استقلال نسبی برخوردار است، زیرا در این گوشه مانند ملا نازی نمایان پنجم درست است و مدگردی به معنای حسینی است. اما دریافت بنده از سلمک این هست که سلمک اگر در ردیف میرزا عبدالله مثلا در نظر بگیریم ما شور سل داریم، یک شور بالاتر یک شوری به نام دو تشکیل میشه که این همون سلمکه و در معنای کلی برابر با درآمد اوج یا شهناز شور به حساب میاد. هرچند شهناز شور در پایین دسته اتفاق میفته معمولا، یعنی در شور بالا، و این به خاطر اهمیتی است که قبلا به شور بالا و پایین میدادن و گاهی اسامی ده که در پایین اتفاق میفته با اسامی بالا کمی متفاوته، ولی از لحاظ علمی و موسیقایی باید اونها رو تلفیق کرد و یکی در نظر گرفت. بنابراین درآمد اوج یا سلمک یا شهناز یک چیز هستند و اون ایجاد یک شور جدید یک چهارم بالاتر از شور اصلی. مثلا در شور ری که هستیم و بیاییم روی سل که یک چهارم بالاتر از ری هست یک شور جدید ایجاد کنیم، سل لا کرون سی بمول دو الاخر. در ردیف استاد عبدالله دوامی ما شاهدمون سل هست، ایستای موقتمون روی فا، کما اینکه در شور ره هم نوت دو خیلی اهمیت داشت و گاهی ایستای موقت روش اتفاق میافتاد. بعضی موقع هم ممکنه روی میکران ایستی انجام بدیم که البته همراه هست با اشاره به ره و بعد ایست کامل ها روی ره خواهد بود، یعنی برگشت به شور اصلی و شور مادر. در این سلمک ما همچون گوشه دلکش در ماهور وقتی در این نقطه قرار میگیریم و میایم به سمت فا، گاهی ممکنه به میبکار هم اشاره بکنیم و این احتمالاً برگرفته از حالتی است که در دلکش اتفاق میفته.